مخلص مخلص شما هست. دو تا پیشنهاد دیگه هست. من اینجا میگم این حرف ملت دارم میزنم. آذربایجان هم هست اینجا که تاریخ نشون داده هر موقع مردم آذربایجان یه حرفی رو فریاد زدن این حرف حتما حرف کل ملت بوده. آقا شما که دارید مذاکره میکنید مردم رو باید در جریان قرار بدید. دوباره پنهانکاری؟ هی میرید بیاد میگید الحمدلله خیلی خوبه، پیشرفت خیلی خوبه، روند خیلی خوبه، همه چی توش هست. بگید به مردم ما بفهمیم چه خبر. آخه بابا ما مردم این کشوریم که، مردم همین کشوری. بعدم باز از قول شما میخوام بگم هر تصمیمی گرفتید به رأی ملت بذار، بذار ملت نظر بدهد. آقا هیچ کس حق ندارد به نمایندگی از چندین نسل بدون نظر ملت تصمیم بگیره. آقا از شما بپرسم، شما اجازه دادی؟ خب بذارید مردم ببین چرا اومده میگه که آقا جگرکی رو چه به مذاکرات هسته‌ای. این جگرکی وقتی میخواست تو رو بیاره سر کار خیلی خوب بود. بعد معلوم شد که همون جگرکی و کشاورز و کارمند و بقال و کسبه خیلی بهتر از شما مسائل رو متوجه میشه. ملت بزرگه. حالا شما یه جوری اقتصاد رو درست کردی که به نظر خودت میاد که اون جگرکی مقامش پایینه. کی گفته پایینه؟ انسانه، ایرانیه، مسلمانه، حتی ممکن غیر مسلمان هم باشه در ایران، انسانه، فهم داره. بابا به خدا معدل فهم ملت ایران 10 برابر معدل فهم مدعیان است که میگن ما میفهمیم. بیاد برید تو مردم یه ذره این درها رو باز کنید. بابا شما مسئول همه مردمی رفتید پشت دیوارو نشستید یه طرفه، بعدم میگید ما هر تصمیم گرفتیم بهترین تصمیم مردم هم دهنشون هم باید قبول کنه. چرا باید قبول کنه؟ بذارید با اومریان بگم آقا اگر یه موقعی اومدید یه چیزی تحمیل کردید بدون نظر ملت، بدونید ملت اینو قبول میکنه یا نمیکنه. دلشون خوش نباشه که بیان برن. بالاخره حالا میگم من امیدوارم مقامات کشور به تعهدات قانونی خودشون عمل کنن، حقوق ملت رو رعایت کنن، ملت رو در جریان بذارن، هر تصمیم بین المللی در این سطح میخوام بگیرن به رأی مردم بذارن، بذار مردم نظر بدن دیگه. مهمتر از رأی به خود قانون اساسی که نیست، مهمتر از رأی به دولت که نیست. میفهمم باید اینا رو بگم. آقا من سندش سروش هم آقا بدون ملت کسی کاریه تو این کشور؟ اگه کسی اتکای به ملت نداشته باشه قدرتی داره؟ همه قدرت ها قدرت ملته که همون قدرت خداست، از آستین ملت میاد بیرون. اگه کسی واقعا میخواد از حقوق ملت دفاع کنه باید به ملت تکیه بکنه. تکیه به ملت اینه که رضایتشون رو جلب کنه، اعتمادشون رو جلب کنه، در جریان بذاره، نظرشون رو رعایت بکنه. این میشه پیروزی.